تاجیکستان عزیزا زیاد تماس کشیدن، سوال کرده. او ای است که آیا تبریک گفتن برای عید مشرکین جواز دارد یا ندارد؟ همین چهار جدی ما شما امروز چندم است؟ چهار جدی ما شما عید کریسمس بود یا کریسمس در دنیای عیسویت که 25 دسامبر میشه. چهار روز بعد از جشن به نام یلدا، عید کریسمس یا کریسمس عیدی هست که نصارا عیسوی ها او را در دنیا جشن میگیرن و همین روز را روز تغییر سال خود را هم قرار دادن، یعنی آغاز سال، ابتدای سال. سوال از عزیزا و دوستا زیاد شد که آیا تبریک گفتن همین عید کریسمس یا کریسمس یا تغییر سال جواز داره در شریعت؟ با ما اونا تبریک میگن، ما چی بگوییم در برابرش؟ یا ای که اونا تحفه ها و هدیه ها به ما میدهند، ما بگیریم جواز داره، ما هم تحفه و هدیه بتیم؟ و یا ای که حضور پیدا کردن در چنین همایش یا چنین مجلس یا چنین جشن از لحاظ و از دیدگاه شریعت اجازه هست یا نیست؟ چون بسیار مسلمان ها فعلا در کشورهای مثل آمریکا و کانادا و جرمنی و از بسیار افغانی های ما زیاد هستن کجا زندگی میکنه، و برادرای تاجیکستان ما که بسیار زیادشان در روسیه زندگی میکنن که زیادی سوال کردن. و چه زیبا هست که شما هم بفهمین، چرا ما هم ولنتاین داریم در اینجا رخ نکرده. اگر یک چند سال دیگه هم به همین منوالی که قبلا بود ادامه پیدا میکرد، عید کریسمس یا کریسمس هم در افغانستان جشن دوست داره، این شاگرد خود را او را به حیث فرزند خود قرار داده، برش میگه اگر 100 سال علم بیاموزی و 1000 تا کتاب جمع بکنی، 100 سال علم بیاموزی و 1000 تا کتاب جمع بکنی، اگر به او عمل نکنی و پیشگاه پروردگار به اندازه ذره هم ارزش نداره. ما شما اینجا ای را بشنویم و بعد کسی به ما شب یلدا را تبریک بگوی، به ما نوروز را تبریک بگوی، حالی بگویم که خورفی که ماست، دوست ماست، از خارج با ما تماس کشیده، کریسمس با ما تبریک بگوی، ما هم ناگزیر چه دل ما نمیخواه، خفه هستیم، از دل راضی نیستیم، ولی تبریک میگیم. ولی ببینید که شریعت اجازه داده که اگر تو از دل ناراض باشی ولی به تو اجازه است که تبریک بگویی، یا اگر هدیه یا تحفه روز نوروز کسی به تو بده باید بگیری یا به کسی تحفه و هدیه بدی یا لباس جدید بپوشی. چی در عید کریسمس است، چی در نوروز است، چی در یلدا است، چی در ولنتاین است، اگر تو یک لباس جدید بپوشی یا غذایی در روز تغییر بدی، یک غذای خاص برای خود درست بکن، مثل که در شب یلدا چی درست میکنن؟ تربوز، انار، این هر شیء که سرخ است. الله رب العزت و الجلال در سوره مائده آیه دومش می فرماید تعاونوا علی البر و التقوا. ای بندگان من، همیشه کمک بکنین به برادر مسلمانتون به نیکویی و تقوا. یعنی اگر برادر مسلمانتون یک امر نیک را انجام داد، شما او را کمک بکنین، تشویق بکنین، همکاریش بکنین. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، هرگز برادر مسلمانتون را به اثم و به دشمنی تشویق نکنین، به گناه و دشمنی تشویق نکنین. آله عزیزایی که پرسیدن که آیا تبریک بگوییم ما کریسمس یا کریسمس یا تغییر سال عیسوی ها را که در 25 دسامبر اینا ای جشن را میگیرن، عید را میگیرن، آیا ما یه تبریک بگوییم؟ ما به برادران میگم که عید کریسمس یعنی روز تولد خدا، روز تولد خدا، روز تولد عیسی مسیح پسر خدا. اگر یک مسلمان به یک عیسوی میگه کریسمس یا عید کریسمس و شما تبریک باش، گویا ای که نعوذ بالله گفته باشه تولد خدایتان تبریک، تولد پسر خدا تبریک. گویا شرک اونها را ما پذیرفتیم و با شرک اونها موافقت کردیم.
اونها در 25 دسامبر عقیده عیسوی ها همیست که حضرت عیسی در همین روز تولد شده و عیسی پسر خداست. نعوذ بالله. سوره مریم آیه 88 میگه و قال اتخذ الرحمن ولدا. عیسوی ها گفتن رحمان برای خود ولد گرفته. نعوذ بالله. پروردگار به خود ولد گرفته. الله رب العزت و الجلال میگه از این سخنشون تکاد السماوات و یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا. سخن را زدن که انقریب از آسمان شق بشود، زمین پاره بشود، کوها بریزد. اینقدر سخن بزرگ که پروردگار خودشان شرک آوردن و عزت عیسی را پسر خدا گفتن. پس اگر مسلمان مسلمان است به معنای درست و واقعی مسلمان باشه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مؤمنان با تمام برنامه ها و قوانین و انعنات و رسومتان داخل اسلام شدید. هر چیزی را که اسلام گفت اجازه اجازه، اویی که اسلام براتون اجازه نداده نباید انجام بدید. اونهایی که پند میگیرن از قرآن و از احادیث رسول صلی الله علیه وسلم خوشا به حالش، مبارکشان بود. روز آخرت انشاءالله در کنار رسول صلی الله علیه وسلم قرار میگیرن. اونهایی که پند نمیگیرن به گفته مولانا، بر مرددلان پند مده خیش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. اونایی که احمق هستن به گفته لقمان حکیم به فرزندش گفت، اونایی که احمق هستن اگر کو را سر شانه من بار کنن، بردن این کو، حمل این کو، انتقال این کو آسان است، ولی به احمقان سخن را فهماندن سخت است. اونایی که نمیفهمن که نمیفهم، مشکلش پیش ما حل نمیشه. بنابراین فهمیدین ایدی کریسمس یعنی چی؟ روز تولد عیسی مسیح پسر خدا، نعوذ بالله، در زمین. الله رب العزت و الجلال در آیه 72 سوره فرقان میگه والذین لا یشهدون الزور. مؤمنان واقعی کسانی هستند که شاهد به باطل نمیشوند، حضور به باطل پیدا نمیکنند. در تفسیر معارف مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه میگه در ذیل همین آیه والذین لا یشهدون الزور، جلد دهم از صفحه فکر میکنم 82 است، در اوجه میگه که یعنی چی معنا والذین لا یشهدون الزور؟ یعنی مسلمان ها در عید مشرکین حضور به هم نمیرسانند. شما میدونید صدها شرک و کفر در این عید کریسمس مشرکین و عیسوی های را انجام میدن. مسلمان مسلمان کسی است که خدا برش گفته والذین لا یشهدون الزور. گویا الله برش گفته ای مسلمان به تو اجازه نیست به عید کریسمس یا تغییر سال عیسوی ها اشتراک بکنی. اگر به فکر خوش شوی، اگر به دل خوش شوی، اگر به زبان تبریکش بگویی، تجدید ایمان باید کرد. تجدید ایمان باید کرد، چون ایمان از سر رفته. یعنی اگر تو به زبان ایره گفتی و به دل خوش شدی، پس در حقیقت تو به یه عقیده است که نعوذ بالله پسر خدا در زمین تولد شده. و رسول صلی الله علیه وسلم میگه حدیث 41 ابو داود است، من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که خود را شبیه قوم بکنه. در نوروز پیش روی داریم ما، آیا تبریک گفتن، لباس پوشیدن جدید، همون روز تفریح کردن، غذای درست خوبتر استفاده کردن، در دشت و صحرا برآمدن اجازه است؟ الله فرمود والذین لا یشهدون الزور. مسلمان به جشن مشرک حضور پیدا نمیکنه. اگر تو در روز نوروز هم بری در دشت صحرا، کمی روز تفریح، کمی روز آزادی، غلط کردن که آزادی کردن میکنه. کی روز آزادی قرار دادن که مسلمان ها باید برون به دشت و صحرا، همون کاری که مشرکین میکنن ما باید انجام بدیم. ای خو فرمایش من نیست، عزیزان من. بعضی ها نگوین که علما همه چیز سر من قطع کردن. نه، علما قطع نکردن. بسیار موارد، بسیار تفریح هایی در دین ما هست. طور مثال میتونین که با لباس درست وقت نماز گرفتنش یک مسلمان فوتبال بکنه، دوش بکنه، اسب دوانی بکنه، تیر اندازی بکنه. این چیزهایی است که دین برش اجازه داده. ولی ما تلاش میکنیم، زور میزنیم همین که کار را انجام بدیم که خدا را ناراض کنیم. بنان عید کریسمس و یا ای که سال تغییر سال عیسوی ها، تبریک گفتن به روز نوروز، تبریک گفتن یل داره، تبریک گفتن ولنتاین، کلش از دیدگاه شریعت مقدس اسلام حرام است. اگر ما به این راضی شویم، به این خوشحال شویم، تجدید ایمان باید کنیم.
یلدا رو خواهم بر شما ویدیوش گذاشته شد، شاید در صفحه دیده باشین. یلدا شب تولد خدای نور، یعنی اهل ایران عقیده داشتن دو تا خدای وجود داره، که خدای تاریکی که خدای روشنایی، یعنی یلدا به معنی شب تولد، شب تولد آفتاب، شب تولد خدای نور. نعوذ بالله، شما خودتون فکر بکنید، قضاوت به دست خودش. رسول صلی الله علیه و سلم میگه حدیث 2695 ترمذی است، میفرماید لیس من من تشبه بغیرنا، امت من است یا طریق من است اصول و سنت من است کسی که من تشبه بغیرنا، کسی که خود را شبیه غیر ما بکنه، همرنگ غیر ما بکنه. بنان لباس پوشیدن، تحفه دادن، هدیه دادن، تبریک گفتن، کلش حرام است. اقتضاء الصراط المستقیم، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله کتاب نوشته کرده، در اونجا میگه تبریک گفتن اعیاد مشرکین و عیدهای مشرکین مثل نوروز، مثل عید کریسمس، مثل یلدا، مثل ولنتاین، از دیدگاه شریعت مقدس اسلام حرام است. حتی بعضی از علما پای خود را کم فراتر گذاشته، مثل مولا علی قاری رحمت الله علیه در شرح مشکات میگه کسی که تحفه و هدیه میده در روز نوروز یا این روز تبریک میگه اگر 50 سال عبادت کرده باشه کافر بلا شده. این جرأت خود من نمی کنم. از ابوالحفص کبیر مفتی اعظم بخارا این فتوا را مولا علی قاری رحمت الله علیه در مرقات نوشته کرد، کسی که در این روز یک تخم هدیه میده به یک مشرک در روز نوروز و راضی است و خوشحال است و این تبریک هم میگه 50 سال عبادت کرده باشه کافر شده است. الله رب العزت و الجلال به تک تک و فرد فرد ما شما توفیق عمل نصیب کنه. پس از زوی ما خیلی باید بیدار شویم، مسلمان باید بیدار باش. المؤمن و کیس، رسول صلی الله علیه وسلم میگه مسلمان به خیلی با عقل است، خیلی باهوش است. من اکیس الناس، از پیامبر پرسیدن که عاقل ترین مردم کیست؟ نبی علیه السلام فرمود هم اکثر ذکر للموت، اون کسی که زیادتر مرگ یاد میکنه، اکثر هم استعداد للموت، اونهایی که آمادگی مرگ را گرفتن، آمادگی قبر را گرفتن، آمادگی روز آخرت را گرفتن. الکیس من دان نفسه، عاقل باهوش زرنگ کسی است که خود را محاسبه بکنه چی کارش خدا را راضی کرده چی کار الله را ناراض کرده. پس انشاءالله در مورد کریسمس و نوروز، یلدا، ولنتاین یا دیگر اعیادی که من از او اطلاع ندارم، چهارشنبه سوری میگن در ایران جشن گرفته میشه، سیزده بدر میگن که او در ایران جشن گرفته میشه، همسال از اینا اعیاد مشکین زیاد هستن که من هولی میگن در هندوستان، هولی میگن عیدی دارن، عید رنگ که به سر یکی دیگهشون رنگ بازی میکنن. بعضی از مسلمان ها در وقت عید حوری که تیر شد از هندوستان تماس کشیدن میپرسیدن که آیا جواز داره تبریک گفتن به این روز؟ نه، حرام است. عید حوری حرام است. الله به ما شما توفیق عمل نصیب بگردانه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.